برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مقام های محلی هند اعلام کردند که بر اثر باران های فصلی سیلاسا در ایالت آسام و مگالایا واقع در شمال شرق این کشور دست کم 59 تن کشته شدند. با توجه به اطلاعیه وزارت داخلی ایالت آسام، بارندگی شدید و سیل بر 1.1 میلیون نفر در 25 بخش تأثیر گذاشته است. در راستای قرارداد بغداد پکن، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز گذشته شنبه خبر داد که سنگ بنای مرحله نخست طرح احداث 1000 مدرسه در سراسر این کشور گذاشته شد. حبیب الله حلیمی از اساتید دانشگاه ایران در یک نشست فرهنگی پژوهشی با اشاره به آمار وزارت بهداشت گفت 1/3 دختران در سن ازدواج مجرد هستند، یعنی به 10 میلیون دختر مجرد میرسیم. وی افزود به اعتقاد بنده باید سن ازدواج دختران 14 تا 25 سال و سن ازدواج پسران 18 تا 25 سال باشد. به نقل از برناما، هشام الدین حسین وزیر دفاع مالزی در بیانیه ای اعلام کرد که کشورش و عربستان سعودی برای تقویت روابط دفاعی میان خود و ارتقای آن به سطح بالاتری به توافق رسیدند. دولت مصر به منظور آرام کردن کشاورزان خشمگین این کشور، مالیات بر درآمدهای حاصل از کشاورزی را به مدت 1 سال لغو کرد. پس از تصویب لایحه لغو مالیات بر درآمد کشاورزی توسط مجلس نمایندگان مصر، به موجب آن کشاورزان این کشور به مدت 1 سال از پرداخت مالیات معاف می شوند. دانشمندان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی شروع زود هنگام موج گرما در نقاط مختلف جهان می دانند. در حالی که شدت گرما در فرانسه، اسپانیا و چند کشور اروپایی دیگر به بالای 40 درجه سانتیگراد رسیده، کارشناسان هواشناسی میگویند ورود زود هنگام موج گرما مستقیما با گرم شدن زمین به دلیل فعالیت‌های انسانی مرتبط است.